سلام شما بیننده انتخابات 97 ما لطیف محمود بحث برگزاری انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات درشت حکومت وحدت ملی چهار سال قبل پنداشته می شد با وجود اختلافات در سطح رهبری مدیریت و سطح اجرایی حکومت وحدت ملی تلاش های جسته و گریخته به منظور اصلاح نظام انتخاباتی گزینش در کمیسیون ها و اصلاح قوانین انتخاباتی صورت گرفت اما علا این تلاش ها تا کنون ما شاید اختلافات جرف در سطح رهبری حکومت در سطح کمیسیون و احزاب است احزاب که بازیگران اصلی انتخابات است و نقش تعیین کننده در تمثیل دموکراسی داره متاسفانه نقدهای بر چگونگی استقلال در عملکرد کمیسیون و چگونگی عملکرد حکومت در کارزارهای انتخاباتی داره پرسش اساسی احزاب این است که ما انتخابات شفاف و عمومی و مبتنی بر اراده مردم می خواهیم چون در انتخابات 93 ما شاهد افتضاح در برگزاری انتخابات بودیم که نتیجهش هم حکومت وحدت ملی شد احزاب سه تا مشخص خواست از کمیسیون مستقل انتخابات داره یک بحث نظارت همجانبه از لایه های مختلف انتخابات و از عملکرد کمیسیون دو تغییر نظام انتخاباتی از رای واید غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال که امدیار است سه بحث عملی سازی با پوزش با پوزش بس عملی سازی سیستم بایومتریک در انتخابات افغانستان که کمیسیون به دو, دو, خواست احزاب پاسخ گفته یک خواستش که تغییر نظام انتخاباتی است خلاف نص ماده 83 قانون اساسی افغانستان است به این پاس خواست پاسخ نگفته در انتخابات 97 عمدتا سوالات ما روی چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات متمرکز خواهد بود اما پیش از آن گزارش کوتاه به توجه میرسد تلاش ها به آماده سازی سیستم بایومتریک بر روز انتخابات در مدت باقی مانده پرسش بر انگیز شده است با آنکه حدود دو ماه پیش احزاب بر بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات تاکید داشتند اما کمیسیون زمان تطبیق برنامه بایومتریک را اندک عنوان می کرد اما اکنون کمیسیون می گوید با همکاری حکومت سیستم بایومتریک تا روز انتخابات آماده استفاده خواهد شد دوره نظارت و مدیریت و رهبری از این پروسه با... دست دې کمیسیون اس های ویژه کمیسیون مستقل انتخابات است ولی اگر در انتقالش و دور آوردنش به مطابق خواست کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میشه او نباید گفته شود که استقلالیت کمیسیون زیر سوال میره بلکه به خواست کمیسیون مستقل انتخابات میشه با این حال با کارگیری از سیستم بایومتریک در روز انتخابات مورد استقبال اطلاف بزرگ ملی افغانستان قرار گرفته است حرکت های ما امروز متوقف است که ها همگیش رو شد هیچ جای در بازش بستن نیست و در آینده همکاری هم خواد داشتیم با حکمت و با کمیسیون انتخابات اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات و کارگیری سیستم بایومتریک را در روز انتخابات عملی نمیدانند تا دو روز پیش هم اینها مطرح میکنن که ما نمیتونیم امروز در دو روز امروز با گذشت دو سه روز چه قسم اینها که واقعا قناعت بودن برای مردم برای نهادهای متخصص که اینها واقعا در این قسمت پیشتاز خود بودن و نتیجه را به اساس سیستم بایومتریک پیش خود بودن اولی که ما زمان کافی برای استفاده بایومتریک برای انتخابات پیش رو نداریم دومی دو که پلان عملیاتی برای همچه یک سیستم در مقایسه به سیستم موجود غیر عملی هست و حتی غیر منطقی است و نمیتونه کارایی داشته باشد با که زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان چند بار تغییر کرد و به تعویق افتاد اما اکنون هم نگرانی های وجود دارد که در 28 میزان آخرین زمان تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات رایگیری صورت نخواهد گرفت باز هم خوش آمدین شما بیننده انتخابات 97 من لطیف محمود قبل از اینکه بحث را با میمانان آغاز بکنم یا میمانان را معرفی کنم همکارم سمیولا نوری تازه ترین موضوعات مرتبط به انتخابات را با ما و شما شریک می سازن. آقای نوری سلام و شب شما بخیر سلام هر زادت دارم حضور شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز تشکر آقای نوری نخستین پرسش را از پرداخت هزینه و, و, و انتقال وسایل بایومتریک که این مسئولیت به حکومت انتقال شده از اینجا آغاز می کنیم بر مبنای کدام حکم قانون حکومت این مسئولیت را گرفته و می که ای در واقع در این بخش نقش خود داشته باشه دقیقا در سایت های خبری که از جمله در سایت خبری آریا نیوز ما گزارش داشتیم که در اونجا یک گزارش شده. کمیسیون گفته است که مسئولیت هزینه و انتقال وسایل بایمستریک به با عهده حکومت است و عمود وسایل بایمستریک البته از مرکز به ولایت از طرف حکومت انتقال می چون کمیسیون مستقل انتخابات میگرد که به دلیل مصرف بودن در کارهای عملیاتی این مسئولیت را به حکومت سپرده است اما اطلاف, اطلاف نیست از این کار کمیسیون استقبال کرده و خوشبین است همچنان ناظران انتخاباتی میگویند که به آماده سازی این سیستم برای روز انتخابات در مدت کم باقی مانده یعنی عملی کردن این ناممکن است همچنان yeah. شماری از ناظران انتخاباتی میگویند که در نخست کمیسیون ادعا داشت که به خاطر تطبیق نمودن این سیستم زمان اندک است و نمیتونن این از سیستم بایومتریک در روز انتخابات کار بگیرند اما فعلا به همکاری حکومت میخوان که از این سیستم استفاده کنند بله یک بحث دیگه هم که مطرح شد آقای نوری که برخی از نامزدان که کاندیدان که به فهرست نهایی رای یافتن در بستن دربهای کمیسیون ولایتی نقش داشتن یا در تحریک برخی از افراد در بستن دربهای کمیسیون ها این بس چقدر درست است دقیقا گزارش که در سایت خبری رادیو آزادی قسمی که در پرده بینید نشه شده کمیسیون انتخابات گفته است که نامزان دخیل در بستن دفاتر صحاوی از فهرست حذف میشوند و همچنان کمیسیون میگوید که برازی هایشان را در پیوان به نامزانی که در پیوان به بستن کمیس دفاتر اولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نقش داشتند دوسیه هایشان را می کنند و با وجودی که اینها از فهرست نامزدان هست میشوند نیز به ادارات نهادهای عدلی و قضایی نیز مرفی میشوند تشکر بحث دفاتر ولایتی کمیزون ها بازگوشایی شد این مسئله در پی خواست های ائتلاف که دو خواست ائتلاف قبول شده و یک خواستش تاکنون رویش بس نشده قبول شد آیا تمام دربها باز است و هیچ مشکلی وجود نداره آقای نوری گزارشات شما از ولایت چی نشان میده البته در گزارشایی که در سایت خبری از جمله در سایت خبری سلام واسندار نشون شده بود دفتر کمیسیون انتخابات بازگشایی شد گفته است که همایون همایون نایب نخست ولسی جرگه و همچنان عضو اطلاف بزرگ ملی افغانستان گفته است که تمام دفاتر ولایت ولایتی که از طرف معترضین یا هواداران این اطلاف بسته شده بود بازگشایی شده است و اینها نیست میگویند که اما دو شرطی که از طرف این ائتلاف و حکومت پیشنهاد شده بود اونها تطبیق شده که از جمله استفاده سیستم بایومتریک در روز انتخابات بود و همچنان نظارت ائتلاف در احزاب از روند انتخابات بله. که اینها از طرف کمیسیون انتخابات و همچنان حکومت پذیرفته شده از همین خاطر درها را باز کردند و همچنان اعتراف هشدار میدهند که در صورت پایبند نبودن به حکومت اینها بار دیگر دست به تظاهرات زدن تشکر. و در کمیسیون خواهند بست آقای نوری آخرین پرسش این که به اساس ماده 156 قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده اما برخی به این باور است که کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنا در قانون اساسی افغانستان نداره در حالی که رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه که پارلمان صلاحیت استجواب رئیس این کمیسیون را نداره در این خصوص نقد و نظرهای زیاد بود درشترین نکات را که شما یادداشت کردین و میخواین با ما شریک بسازین چیست دقیقا در سایت خبری اصلاحات روز ما گذاری داشتیم که در اونجا گزارش به نشر رسیده که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که مجلس نمایندگان صلاحیت استجواب آریایی را ندارد یعنی پیش از این پیش از این رئیس مجلس نمایندگان نیز به خاطر ارائه معلومات در پیان به حذف نامزدانی که 35 نامزد که حزب شده بود است به خاطر ارائه معلومات رئیس این کمیسیون را به مجلس نمایندگان فراخوانده بود اما از طرف آریایی رد شده بود سخنگوی این کمیسیون میگفته است که این کمیسیون مستقل بوده چون رأی اعتماد از مجلس نمایندگان نمیگیرد بنا استجواب رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز قانونی نیست گفته است. آقای نوری تشکر از اینکه تازه های مربوط به انتخابات را با ما و بینده ها شریک ساختیم ممنون شما تشکر به استودیو برمیگردیم مهمانان انتخابات 97 امشب ما از استودیوی دوم محمد ناطقی رئیس کمیته سیاسی اطلاف بزرگ ملی افغانستان در این سیدو با من میرزا محمد حق پرست معاون کمیسونو مستقله انتخابات و تالهزات دیگر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عدالت افغانستان نیز با ما حاضر وست بسیار خوش آمدید شغل اکبرس ډیر مننه لوملای په شناختا سره داسې مطرح کوم شغل اکبرس ادا په شناخت مزه پر رپورت کم ام د سره غړې زغړم امارات د په شناختا سره مطرح کوم تاسو تر دوه میاشتو مخکې داد وها د تراغلې چې د بایومټریک سیستم عملي نه دی اوس بیا دا د بایومټریک عملي دی کومه خبره مو منه شا بسم الله الرحمن الرحیم پرمړی قدم کې تاسو ته تا او تاسو درنه ملمانه او د ټلویزیون کولیدونکو او دونکو سلامونه او نکه هلی د ټول د شپه په خیر وي تشکر زه غواړم چې پر ډیرو ازورتو کو باندې د مسله درته واځي کومه الهه مې داد چې ډیر تمرکز بیا ونسي چې سوي تفاهم رامنځته کیږي هغه دادې چې د ټاکونکو خپلواک میسون د بایومټریک رات په کله کې د ټاکنځ نظام وویل یعنی هغه د سبتینام دری مهمه پروسه شروع کېدلې موږ هغه د سبتینام پروسه ویل چې ممکن نه دی بازګاشي یعنی په اتويشتم د میزان ممکن دی او موږ ویل چې سیاسي احزاب وس خموږ غشتنه کول چې تاسو میکانیزم وړاندې کوي موږ ته تاسو تر هو وړاندې کوي اما د سپټینام پروسه بازګښت د سپټینام پروسه ممکن دی اوس هم موږ وایو چې سپټینام بازګښت کول د سپټینام یا بایومټریک تاړول هغه نه ممکن دی په کله کې د دغه د ولسیجرګي د انتخابات پروسه بای می چریک ته دا داخله ول د دا سفتی نامه زخه بیا تر تر ستراتويشتم د میزانه ناممکن دی اما یووازي په دويشتم د میزان ممکن دی شغلای اخبار د افغانستان خلک تاريخي حافظه هم لري مشترک کلیپونه ستاسو د شغلای هاشمي ساسد کميشن د مشر مشترسه که تاسو غوړی څو شيبوړاندي د څو شيبات د کلیپونه مو مفتهسته وي څاسو کوم شي تاسو د دې ځکه چې د بایومټریک سیسټم مونږ نه منو ووس وختیر شوی مونږ ارتماد نه یو ووس فهمه غو کلمات تاسو وای شي بایومټریک مونږ منو یعنی ما ته دی د دې وادي وګړې په توګه چې تاسو خبریا لرم غوړم امانت اټلار رسانی خلق ته وکم دا سوال زیته ایا بایومټریک تاسو ووس معنی بیا زو زه غو در کوم په کله د پروسی کې نه کول بایومټریک بایومټریک په کله د پروسی کې د تطبیق ورډ د مخکې مش پر دغه تمرکز کوي په کله اما په تېشتم د میزان تاسو کله شرط نه نه په لاره شغرې خبره راست کله چې تاسو ستنهم تلاړې ده په دې منس بایومټریک نو ونه شنو تاسو ستنهم لوکړ لاړې کنه اوس بایومټري څه منطق لري شې موجوئل اول شاید زه ما خبرې تستای سر پار شپ کې تاسو یو به سي بله ما اوسم ویل مخکیمم ویل وسم وایم بای میټریک په کول کې د پروسیډه تطبیق ور نه دي په کول کې د پروسیډه اما بای میټریک هغه که بای میټریک وي که کوم بل میکانیزم وي که کوم طرحوي که کوم بل د د د چې اغه شفافیت رامنځکوي سپاتويشتم د میزان د ټاکل په وخت د خبره رات ک موج په کول کې بای میټریک رات کړي دی د سپټینام په کله په جص چې چی، ته وایتاست تاسو ګورئ جنای محمود صاحب کله چې موږ درې مهمه درې مهم پړاونې د سپټینام تکمیل کړی دي موږ نترنه میلیون اضافه سپټینام کړی دي بازګاش د سپټینام وبایم چې داخليدل ناممکن دی دا, دا, خو، دا خو، وسم وایو دوه میاشتې تاسو... مخکې مون ویلې او وخت مون په لاس شي شغله اکبرس کله چې د سپټینام پروسه شروع شه دا باید وبمشتیک کړي Uh -huh. د سپټنام پرسه موجم څلور ټاکنو کې په ټلویزیون کې کار کو تاس هم د دې واده او تکړه ځواني استي خلک چې د سپټنام بهیر شروع سکنه هغه محل باید بایومټریک شروع کړي چې زکه چې هغه انګوشنګاری څورتوي دا باید اخی سل کېدل ته شغله رشید ناص ز بدوی سلام شریکم او کلچي رايور كون کي د ټاکنو پوراز سايټ ته, ته اغه وخت کې به معلومې دي چې دا رايور کړې کنه دا بر کړې دا د بایومټریک منطق دی تاسو سفتنام وکي بایومټریک مون نه نه اوس بایومټریک نه شي سفتنام مخکې تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون سفتنام وکي خپل طرحه د حکومت او خارجي ډونران سره شریک کړل بدبخت نه باید وای چې پلمړی سر کې بودیجه د ټاکونکو خپلواک کمیسن ته په واکه ور نه کړل څو او د ټاکونکو خپلواک کمیسن غوښتنې په وخت او زمان هغه نه د حکومت او نه هم د خارجي ډونران د خاص خمصبه جواب یعنی هغه د ډونران نه وښته بای متر کښ افغانستان ته زړه زړه مسلې ته کله چې موږ خپل د سفتینام درې مهمه مرحله تل تکمیل کړلې ملي اجازه راک محمود صاحب سياسي احزاب او د بایومټریک موضوع مترا کول درې مهم بوخت دي یو کلمه خې متراو ده خبره <تصفح> او کول کی د پروسی متراوه مخکی اما اما په دات څو ونې کی او یو میشت مخکی سیاسي احزاب پر راتويشتم د میزان تاکید کوي چې بایومټریک تاسو ول یو خال مخ د غته حاملې ونکه د بایومټریک خبره اجازه راکې چې مساله ولې مراد کړي د بایومټریک تاسو مهرباني رات کړئ مخ په کول کې د پروسی رات کړي په کول کې د پروسی چې درې مرحله دې د سپټینام مشتکمل کړي او ورسته بحث ممکن مخې له سپټینام نه تاسو ول بایومټریک رات کړئ ندي مراد کړي مزه وویل چې موږ مختلفه ناستي ونی ولي د سیاسي احزاب سره د مدني زات دوی سر سره د خبر مطلعو شغله خبره است اجازه راکئ د بایومټریک موضوع موږ د حکومت سره هم شریک کړي ده او هم د رنګ د دا خارجی ډونران سره هم شریک کړي نه واځي بایومټریک بلکې ټکنالوژي په دې برخه کې به استعمال شي مګر مثبت جواب په وخت او زمان ور نه کړو انشاء الله خو هم د حکومت هم د خارجی ډونران د خو یعنی ځکه تا... بودیجه پلاس کې د چاكون خو لا کمیسون بودیجه پلاس کې په داسې ویلو خلک او تاسو د ځال اخوانو د خبر راته تاسو په داسې ویلې چې حکومت او ډونران نه غواړي بایومټریک افغانستان تراشي اجازه را کوي د ټاکونکو خپلواک مې سوني یو مشخصه بودی چې په لاس کې نه لري ډېره برخه خارجی ډونران یعنی په پای کې ما اساس خبرونه د خبره واخصه حکومت او ډونران اونې ووت شي زه په عملي سوال به تاسو هیڅ هم د خبره به تاسو هیڅ هم په کله کې د بای میټریک سیستم وسم موجوي چې بازګشت ممکن نه دی او د ثبت نام په کله کې نام ممکن دی مخکمه ویلو وسم وایي اما یوازې پاتويشتم د میزان ممکن دی چې خپل تخنیکی ارزونه کړی دي او امکانات پلاس کې لرو ان آقای رشید حالا بدون تردید که توجیهات در های مختلف مطرح است اساسی نزد مردم افغانستان حالا ما را مردم افغانستان میبینه اصحاب رسانه ها و ایجامه میبینه کاندیداها و مردم میبینه و مردم حافظه تاریخی داره امین کمیسیون که آقای پرس در کنار ماست اینا یک ماه پیش گفتن که سیستم بایومتریک عملی نیست احزاب آلا این طرح عملی نیست و امروز میگن که عملی است کدام حرف اینا درست است شما بفرمایید تشکر محمود صاحب سلام به شما حق پرست صاحب تشکر ناطقی و همچنان بیرنگار محترم تلویزیون ما هم برای شما موافق هستم و شاهد از این بحث ها بودیم بلکه جز از این بحث ها بودیم کمیسیون مستقل انتخابات در اون زمان که خواست احزاب در سه بحث بود کاربرد بایومتریک در روز انتخابات بود یعنی در کل پروسه ثبت نام نبود چرا که اونها بعد از اینکه پروسه ثبت نام تکمیل شد وقتی که مسئله فساد مطرح شد ما آوردن تذکرات در هتل سرینا و گفتن که خوب این اعتبار پروسه را صدا می بریم به طرف کاربرد بایومتریک در روز انتخابات بلد. اما اون زمان دقیقاً که مثلا مسابقات انتخابات به خاطر نبود زمان یا کمبود زمان دلیل مطرح کردن که ما فعلا خب میگفتن که ما فرصت کم داریم و نمیتونیم که در روز انتخابات استفاده بکنیم بله این ای که حال این تصمیم گرفته شد برای ما هم چرخش 180 درجه ای که مثل انتخابات پرسش برانگیز این چرخش به خاطر چی صورت گرفت از نظر شما من فکر میکنم که بیشتر در این قسمت لهبری سیاسی حکومت زیاتر دخیل بوده و چون بحث اول از درس ریاست اجرای خود دکتر عبدالله در گرامی داشت از تجلیل از استاد ربانی شهید این مطرح شد و گفتن که ما پیام بسیار واضح و روشن و یک خبر خوش دارم برای کل مردم که ما با تصمیم رفته شده که روز انتخابات استفاده میکنیم و اعلان کردن که کمیسیون سخن انتخابات تصمیم رسمی از روز چند روز بعد اعلان بکنن همو بود که روز شنبه هاشمی صاحب به عنوان سخنگو و منشی کمیسیون یعنی فشارهای فزاینده بر کمیسیون باعث شد که تغییر موضوع بده دقیقا به خاطر از اینکه خود کمیسیون مستقل انتخابات در بود تکنیکی وقتی که محاسبه میکردن آماده نبودن اما در بود سیاسی وقتی که فشار آمد طبیعتا که این تصمیم وقت در حکومت گرفته شد اونم بود که کمیسیون مستقل انتخابات پس تسلیمه، تسلیمه دیروز جبهه تسلیم تسلیم ملی نوین گفت که کمیسیون مستقل نیست و به اشاره حکومت کار میکنه چون این تصمیم که کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه نگرفته تصمیم در حکومت گرفته شد اول از آدرس حکومت اعلان شد آه. و بعد از گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات این بحث برای شما چند روز بعد رسما اعلان قبل از اینکه با آقای ناطق بریم کوتا چقدر موافق هستیم با گپینا اینا میگن که اصلا تصمیم کمیسیون تسمیمه بایومټریک حکومت گرفت او شما تره اعلان کړل شاز ما هې له د دې چې تاسو یې په آرشیب کې د مشهور خبرېم تعقیب کید تر سره مخکې تر دی چې مش... مخکې تر دی چې رئیس اجرایه دا اعلان وکړي چې مخکې تر دی چې رئیس اجرایه دا اعلان وکړي چې د ټاکونکو خپلواک کمیسون ما خپل موږ ویلي چې د تخنیکی اړخ څخه د ټاکونکو خپلواک کمیسون په دې باندې مسرور پدې چا یې بایومټریک پاتويشتم د میزان د تطبیق وردی کنه د مشهور تخنیکی ټیمونه د وارضول او برسی کړل چې د تطبیق او رد کړی په کله کې مجرّد کړی دی بایومټریک نپ پاتېښت پا پا د میزان دوه دوه افته مخکې د ټاکونکو خپلواک کمیسون تخنیکی چمونو پر دې کار کړی دی او د نتیجې ته ورسېدل چې بایومټریک پاتېښتم د میزان د تطبیق ورډی په لې شرط چې د ټاکونکو خپلواک کمیسونه سره زیراف تورګانونو په خاص ډول حکومت کومک وکړي په مالي برخه کې د بدجی په برخه کې او د انتقالاتو په نومو اقای ناطقي سلام به شما درېجا دوه تا بس مطرحس بحث اولی کې اعمال فشارهای فزاینده حکومت و اعذاب بر کمیسیون باعث چرخش 180 درجه ای در موقف کمیسیون نسبت به بایومتریک شد یک دو آقای حق پرست که ما در کل بایومتریک قبول کرده بودیم قبول نکرده بودیم و حالا وقتی بررسی کردیم ما با نتیجه رسیدیم که در 28 میزان ما میتونیم بایومتریک استفاده بکنیم با کدام قول شما موافق هستید سلام خدمت بینندگان عزیز البته دو تا مسئله را ما دو نکته را میخوایم توضیح بدیم برای این بحثی که شما الان داشتید بفرمایید نکته اول اینه که در اون موقعی که ما پنج تا کمپانی و شرکت را با اونا صحبت کردیم و آخرین کمپانی و آخرین شرکتی که ما با اونا صحبت کردیم و اونا یک منطقی بسیار علمی را در رابطه ارائه دادن همون شرکت آلمانی بود و اونا در اون زمان میگفتن ما در دونیم ما وسایل خر خود ما باید از آلمان منتقل بکنیم در افغانستان و در بیست یک هزار محل ما اینا را اگر جابجا بکنیم ما در حدود دونیم ما وقت لازم داریم الان او حرف از اونا او زمان دقیق بود چون میگفت که مراتب داره و مسئله گمرکات و دیگه برحال مشکلاتی که هست اینا وقت در کار داره ولی فعلا مثلا نکته دومی که میخوایم عرض بکنم مثلا اینه که الان مثلا با گذشته بسیار فرق کرده چه فرق کرده؟ فرقشم برای می اساس است که خود حکومت این تصمیم گرفت حالا ما تشکرم میکنیم به خاطر که حالا حرف ما را گوش کردن چون یکی از خواستهای های بنیادی ما یا کمیسیون اجازه نه حکومت مسئله کمیسیون هم طبیعتا باید همو کارا بکنه یکی از یکی از سه خواست بنیادی و اساسی ما همی مسئله است نگاری و بایومتریک بود حکومت مسئله را قبول کردن و الان این قرارداد کردن و این وسایل را اینا در داخل افغانستان منتقل میکنند در مدت زمان بسیار کوتاه دیگه مسائل گمرک اینا کلا از دوش کمپانی خلاص شده برمیگرده به حکومت چرا دو ماه قبل این مسئله رد میشه اجازه بده شما به دوش حکومت الان برمیگرده و جز مواد حساس اینا شده همونطور که انتقال مواد حساس از خارج آوردنش در کابل و در اختیار کمیسیون انتخابات وقت و زمان در کار نداره چون کار حکومت و یا کار کمیسیون اینا هست فعلا یه 21 تا ماشین یا کامپیوتر یا دستگاه انگشتنگاری این شده جزء مواد حساس کمیسون بنابراین در این مسئله شما زیاد آقای حق پرست را زیاد نکنید اینا به لحاظ زمانی میتونه این مسئله را حل بکنه و جز مواد حساس شست اما آقای ناتقی تا دیروزه ببخشین شما که رئیس کمیته اجازه بتنید یک نقد کوتاه بر شما داشته باشم تا روز شما پیوسته نقد میزنین بر این کمیسیون که طرح شما را قبول نمیکنه و طرح شما عملی است امروز که کمیسیون طرح شما را قبول کرده شما هم سوی با کمیسیون نشان میده. ما عرض کردم که طرح ما میخواستیم طرح ما را قبول کنه شفافیت ما میخواستیم و یکی از یعنی طرح مهم... شما را دو ماه پیش رد کرد کمیسیون شما گفتن بسیار کوتا دو ماه پیش گفتن وقت وجود نداره یا 27 روز که به انتخابات مانده میگن ما وقت داریم یک معما نیست برای شما ببینید مسئله اینه که هم معما میتونه باشه و هم میتونه نباشه <applause> ما به این خاطر میگیم که معما نیست که الان حکومت خودش وارد قضیه شده حکومت قرارداد بسته کرده با اصل کمپانی و با رئیس کمپانی اینا قرارداد بسته کرده بنابراین فعلا حکومت این اموال رو خودش در افغانستان منتقل میکنه پس این کار کمیسیون نیست و مواد و مواد حساسی را که حکومت و کمیسیون اینها از همیشه خ... از خارج میاد. بنابراین این جزء مواد حساس اونا شده الان ما اینطوری برداشت کردیم البته ما در کمیسیون نیستیم ولی ما این رقم احساس میکنیم که اگر یه جزی از مواد حساس کمیسیون باشه بنابراین اینا میتونه اونا را منتقل کنه اینا رو منتقل کنه و همونطور اینا میتونه در 21 محل 21 هزار محل اینا رو میتونه ای مواد منتقل بکنه جزی اموال از شده تشکر آقای یک نتفل... مثلا مسئله دومی که بسیار مهمه که در این مورد ما از لحاظ زمانی فکر میکنم زیاد شاید مشکل نباشه مسئله بسیار مهم و اساسی اینه که نحوه استفاده از این ماشین است یعنی اگر درست از این ماشین استفاده نشه یا در محلات ببره اینا او اونجا یک جای بگذاره یا مثلا البته که قدر سخت نیست همون که انگشت گذاشتین یک دگمه است بنابراین انگشت شما را میگیره عکس شما را میگیره زیاد سخت نیست ما دیدیم این مسئله را ولی الان استفاده از این ماشین و خیلی مهمه که واقعا اگر از این ماشین کار گرفته شود و از طرف دیگر نظارت احزاب و جامعه مدنی و رسانه ها اگر از پروسه تشکر. انتخابات باشه بنابراین ما یک انتخابات شفاف خواهیم آقای ناطقی میشه. یکی از طرحهای شما تغییر نظام انتخاباتی بود که از رأی واید غیر قابل انتقال به رأی واید قابل انتقال یا ام بله. این طرح شما تا حالا پذیرفته نشده اگر این طرح تار پذیرفته نشه با پذیرفتن دو طرحتان تان پای صندوق رای خواهد رفت بله ببینید ما سه تا مطلب اساسی رو ما در اصلاح نظام انتخاباتی خواسته بودیم یکی, یکی از بنیادی ترین بنیادی ترین مطالبات ما مسئله تغییر نظام بود ما با سیستم اس تی وی که یک سیستم تقلبزاست مخالف بودیم و هستیم و خواهیم بود بنابراین یکی از خواسته های بنیادی ماست ما خب این قبول نشد عرض میکنیم و دو, دو دیگه یکی نظارت و یکی انگشتنگاری بود این دو تا قبول کردن اینها یعنی همین کمیسیون مستقل انتخابات اصلا قبول نداشت با ایمیتری که میگفت وقت ما نداریم حالا او امدیاره که هیچی او رو گفت که ما و اصلا در توان ما نیست یک مسئله حقوقی او برمیگرده و پارلمان و جاهای دیگه حالا پیدا کردن این ما به خاطر از این به خاطر از این البته از نظر ما ما یه مسئله امدیار را و مسئله سیستم ما فقط ما با فرمان میتونیم مسئله حل بکنیم وقتی شما الان اگر, اگر اگر این نظام انتخاباتی تغییر نظام را اینا قبول نکنن شما همچنان به موضعی تان پا بر جا خواهید ماند یا ببینید. پای صندوق رای خواهید رفت؟ ببینید ما امروز تمام دفاتر رو و تحصن ها را همه رو برداشتیم و شرایط را برای کار اینها و فعالیت اینها فراهم کردیم یک مسئله مسئله دو ما این فرصت را به اینها دادیم که مسئله نظام را تغییر سیستم را مثلا در یک وقت دیگه اینا باید روش بحث بکنه ما از تغییر سیستم دستبردار نیستیم این, این سیستم باید تغییر بکنه بنابراین ما الان میگیم که خوبی کارا رو شما بکنید و این باز در موقعش مسئله تغییر سیستم روش بس میکنید خیلی تشکر آقای ناطقی وقفه آقای رشید اینجا اشاره شد که تصمیم حکومت گرفته و از مجرای کمیسیون اعلام شد در قسمت بایومتریک حالا ما در مورد معمای بایومتریک چی باید بگویم چطور میشه ما به نقطه دست پیدا بکنیم که برای مردم افغانستان قابل قبول باشه ثبت نام بدون بایومتریک صورت گرفته و حالا رایدهی با بایومتریک این به با چه معنا خب ابتدا این مسئله بسیار روشن بود وقتی که فرمان رئیس جمهور توشیه شد در اونجا بسیار واضح گفته بود که ریاست احسای ملی کار را به دوش بگیره و کمیسیون مسئله انتخابات مکرف به همکاری کرده بود هنوز هم این بر ما روشن نیست که در اینجا نقش کمیسیون مسئله انتخابات من نهاد اصلی است که بایومتریک اینها استعمال میکنن و کار میندازن که اداره احسای اونها نقش اصلی را به دوش دارن و کمیسیون مسئله انتخابات در این قسمت همکاری میکنن ما شما موافق هستم که در بحث بایومتریک شما اولا باید لست رنگان به با اساس بایومتریک ترتیب بکنین یعنی <applause> مردم باید اونجا هم تثبیت شوه از لحاظ یکی واجد شرایط است مسئله سنشان مسئله که در قانون برای یک رنده شرط گذاشته شده و هم بالاخره لست به با اساس, اساس سیستم ترتیب شوه ای که حال فهرست رندگان به اساس تذکره و استیکر ترتیب شده خب طبیعتا که پنجاه فیصد نقشه بایومتریک که کاهش پیدا میکنه ارزش شما بایومتریک برای برای ارزش های فرد روز انتخاب با کار میندازین فقط پنجاه فیصد رول داره مثلا اگر افراد چی رول داره پنجاه فیصد خب شاید از از رایگیری از رایدهی تکراری جلوگیری بکنه باید خوبیه داره ممکن از رایدهی نیابتی جلوگیری بکنه از پرکنن صندوق ها به شکل گذشته جلوگیری بکنه اما ای که اما لست از قبل ترتیب شده خب به لست اگر در یک محل شما چهارصد نفر داشته باشین دو از او خیالی باشه یا مصنوعی باشه به اینجا بحث فرد مطرح میشه و باید او انگشت نگاری و با تثبیت چهره شه تقریبا دیگه او رسک تا حد منتفی میشه و باید ای کمک بکنه با میتریک به این خاطر روز انتخابات فشار ميران کې بایومټریکس وځرا تا ائني مشکلات حل وکړي بایومټریک like. کی استفادہ مې کړو شغله اخ پراست د تاسو خوانه صفلدګي یا مديريته اساس په غاړه ده ایحصایان پکې نقش لري شو دا لري را واسي مسله د تاسو غری په یو سلوس پښتنځو سیمه دي کې د اساسي قانون اشاره شوی ده چې د ټاکنو دپار د ټاکنو خپلواک کمیسون را منځ شوی په هیات کې او د دغه ټاکنو ټاکنیز نظام نظارت او مديريت د ټاکنو خپلواک کمیسون صلاحيت ده نو زکه بایومټریک هم یو د هغه وسيلو څخه دی چې موشتاکني د بایومټریک په ضريته تر سره کوو نو د بایومټریک مدريات او نظارت د ټاکن خپلواک کمیسون د قانون په اساس باندې صلاحیت او د ملکیت د ټاکن خپلواک کمیسون د قانون په اساس باندې اما زیرفت ورګانون کغه د ایسایي مرکزی ادارې کغه مثلا د سفتی اول نفوسی ادارې کغه زیرفت نور ورګانوني امنيتي ورګانوني د دفاع وزارت د انتقالاتو په برخه کې زیرفت ورګانون هم د قانون په اساس باندې مکلفیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسونو سره کار وکي او همکاري وکي او د ټاکونکو خپلواک کمیسون د خپل استقلالیت په اساسبندی هیڅ ادارې ته د اجازه ورکوچی وظپوي تداخل وکي او د ټاکونکو خپلواک کمیسون په کارونو کې مداخله وکي همدوی ویسي حکومت دغه تصمیمونه او شغله ناطقي وي شه حکومت موږ هم خبرې چې حکومت د ایسای مرکزی ادارې ته سپارښتنه کړې و چې په دې برخه اقدامات ترسره کړي او موږ د حدب دانې چې د وظیفوي تداخل برامست کې د مديريته او د دې رهبرۍ د چاكون خلوا کمیسون له خوا څېړی او په دې برخه کې به د ایسای مرکزی اداره که دوی کارمندان په دی برخه کې په کار باندې خدا خو به ټول د ټاکون خپلواک کمیسیون سره د همکارۍ پر بنیاد باندې به دوی هغه مکلفیت چې په قانون کې لري آقای ناطقی شما در کنار بایومتریک بحث نظارت را مطرح کردین چه های بنیادین را برای چگونگی نظارت از عملکرد حکومت بخصوص در روز انتخابات و یا پیش از انتخابات روی برنامه کلان کمیسیون مطرح کردین Uh, سوال خیلی مهم کردیم چون یکی از خواسته ها و مطالبات ما نظارت از پروسه انتخابات هست uh, یک نکته رو ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم بسیار سریع و مسئله ای است که uh, با آمدن بایومتریک و استفاده از ماشین اما یک نفر یک رای است بنابراین دوستای ما که زحمت کشیدن یک سبتینام دستی رو کردن و که مشکلات بسیار زیادی داره اون مبنا نیست بنابراین هر نفری که در پای ماشین آمد انگشت نگاری شد و عکسش گرفته شد و اونم اون نفر در اونجا رای میدیا حالا اون میتونه در اونجا در اون،, در اون فهرست باشه نباشه تذکرش چی رقم است اینا اون مسائل دیگه به طور کلی نقش ثبت نامی که کرده ثبت نامی ما من فکر می در اینجا بسیار کاهش پیدا میکنه و اصلا از رده خارج میشه مبنا مراجعه یک فرد است در روز انتخابات در پای ماشین در دفتر کمیسیون و در صندوق نکته دومی را که ما میخوایم خدمت شما عرض بکنیم که وقتی در روز انتخابات مردم وقتی میاد در در پای صندوق های رای اولین اسگاه همون ماشینه که اونجا انگشت نگاری میشه و عکسش گرفته میشه یک کد داده میشه و بعدی کل کد میبره در دفتر دوم یا در اسگاه دوم که دفتر کمیسیون انتخابات است اونجا مشه. او اونجا چسپانده میشه اورا ورقه رای میگره بعدم میره در استگاه سوم در صندوق و رای خودو میندازه در آخرین روز ناظرین در آخرین روز صندوق باز میشه ناظرین در اونجا باید حساب بکنه که از داخل صندوق آرای را حساب بکنه اره. ناظرین احزاب ناظرین احزاب جامعه مدنی ناظرین به صورت کلی عرض میکنه الا احزاب مهم است با شرکا انتخاباتی و آره و جامعه مدنی هم هست ما وقتی ناظرین میگیم تنایر منحصر به خود نمیکنیم ناظرین به صورت مطلق صندوق باز میشه و اینا آرای را حساب میکنه که امون کد درش باشه یعنی کد در او چسبنده باشه بنابراین اگر احیانا یک وقتی مامورین از قبل در داخل صندوق اونجا اوراق را دیر پر کرده باشه اونا چون کد نداره از اعتبار خارج میشه بنابراین ماشین و نظارت دو تا نقش اساسی و بنیادی در, در, شفافیت انتخابات داره و نظارت در اینجا سیستم نظارت مکانیزم نظارت به نهایت در اینجا مهم است برای اساس است که ما تاکید میکنیم که در روز انتخابات در کنار ماشین انگشت نگاری بای میترید بنابراین باید جامعه مدنی احزاب و نهادها های اینا در اونجا باید نظارت بکنه در آخر روز که صندوق باز میکنه آرای را حساب بکنه که اونها بایومتریک شده باشه ام. یعنی اون کد در او چسبانده باشه بنابراین اگر کسی به با پوشتره با بوجی صندوق ها رو پر کنه یا احیانا از قبل صندوق ها رو پر کرده باشه چون اونا کد نداره از اعتبار خارجه نقش, نقش نظارت در اینجا بسیار مهم و اساسی و بنیادی است تشکر آقای رشید شما که یک نهاد ناظر هستین و هر از گاهی از چگونگی عمل کرده نظارت میکنین با توسل به چی روی کرده های نظارتی شرکای کمیش انتخابات میتونه در حقیقت شفافیت را تمثیل بکنن یا به طرف شفافیت برن راه های عل عملی چیست خب ما در قدم نخست میخوایم که مسمو انتخابات به نهادهای ناظر احزاب سیاسی نقش سمبولیک که در پروسه نظارت قائل نشوند هرگاه ما یک نقش سمبولیک و تشریفاتی رو بر نهادها بتیم در این عرصه ما شاید نتانیم که واقعا به شفافیت کار خوب انجام بتم که مسمو انتخابات به خاطر از که از از, از مساله اعتراضات و احتمالات که ممکن اینها با چالش های جدی مواجه در قسمت تصمیم در قسمت اینکه که در کاشان گویا مداخله صورت میگیره یا تحت نفوذ هستند اینها نهادهای ناظر بر انتخابات مطبوعات افغانستان بین هست و پارتنر باشه خود قبول بکنن پارتنر به این معنا که همکارشان به قسمت تأمین شفافیت ما به چند موضوع گذشته اشاره میکنم که نتیجه هم مودیدیم در قسمت ثبت نام ما بر نظارت اعتبارنامه دریافت کردیم اما در مراکز و محلات سفنا متاسفانه برای ما ارقام شریک نمیشد روزای اول ارقام شریک میشد ولی بعدها شریک نمیشد که خودش به نحو آسیپذیر برای پروسه و کمیسیون مسخره انتخابات هم در مقابل اعتراضات که با صورت گرفت متاسفانه که پاسخگویی درست یعنی نمیشد, نمیشد. بله یک بس برای اطلاع رسانی و همچنان تسهیل برای نظارت حقیقی دوم در بحث ارزیابی اسناد کاندیدا و در عین حال تصمیمی که کمیسیون صورت گرفت یعنی شما دیدن که بالاخره مباحث که بعد از او به وجود آمد بسته شدن دفاتر کمیسون چی دفتر کابل و چی دفتر ولایتیشان در این حال اعتراضاتی که موجود بود این ناشی از همه از از این میشه که ما یک شفافیت کامل در یرسه نداشتیم حالا بعد از این ما مسائل جدی را داریم خصوص در روز انتخابات اگر ما واقعا یک پوشش سرتاسری رو بر نظارت مهیا بکنه مساعد بکنیم که هم اعضا با چی با ای ها. با این که اول که میسمه انتخابات در قسمت ایجاد هماهنگی اعطای اعتبارنامه در قسمت باید کار بکنن و یک پروسس بسیار دقیق را ایجاد بکنن تا از تراکم ناظرین در یک محل و از همچنان جل... از از نبود ناظرین در محلات دیگه با جلوگیری شه ما یک یک شبکه سرتاسری و فراگیر نظارتی رو به وجود بیاریم دومی که در قسمت نظارت بحثی که مربوط به حضا میشه که اونها حق شکایت و اعتراض دارن آگاهی و و آموزش برای ناظرین باید داده شود به خصوص برای ناظرین که از طرف کاندیدا و احزاب سیاسی در این پروسه به کار گذاشته میشه تا زمانی که اونها از از حقوق و وجایبشان آگاه نباشند ای به جزی که هرج مرج به وجود بیاره کمک بر شفافیت نمیکنن دوم که میسه انتخابات در مسائلی که اینها فکر میکنند که ممکن با مشکلات مواجه شون، از این نهاد بخواین هم بر نظارت شان زمینه را مساعد بکنه و هم از پیشون مشوره بگیره در کل ای بیتونه که فضا را هم برای اعتماد سازی مهیا بسازه و هم شفافیت تامین شود اما با به شکل ازی باشیم که هر روز نهادها تعداد جوابزایش پیدا بکنه هر کس بیاید در, در, در تریبون بگه که ما 10000 ناظر و 20000 ناظر به کار میندازیم اما در ساحه هیچ نتیجه نداشته باشیم این جز ای که به حساب و مو گپ دوستا که برای فند گرفتن و برای پروژه گرفتن و در این حال اسهان اومره بهسه پرېپټن دغه نتیجه نه خواته شغل اقبلس د حلاره موږ د کوم ټاکلونو په استفاله سره کول شو د سټاکنو ته لاړ شو چې هغه تشویش خلکو سره ده هغه باید حداقل ورسو او د بایومټریک نه خسته فالو شو یو غو د نظارت خبره مطرح سول په قانون کې ډیر ووازي د ټاکنو په قانون کې سیاسي احزاب ته د نظارت حق ورکړل شوې دي او نظارت چې ټاکنو ته تا مشروعیت ورکي د ټاکونو د د د اهمیت او د ارزښت په برخه کې مشرې ډیر مهم دي چې اصلي منشاي درست نظارت په دې برخه کې د ټاکونو خپلواک کمیسون مختلفي ناستی کړي دي او د 450 سره د سیاسي احزاب سره او د تر څنګه د د مختلفو قشرونو سره چې په دې ټولنې کې تاثیرګزار دي پر ټاکونو باندې چذوین نظارت خپل کوي چې او په دې برخه کې یو مشخص میکانيزم د ټاکونو خپلواک کمیسون ته وسپاری او فاستول بل مسله د حلادی ز فکر کوم چې یو خزموجه د ډیټا انټری برخه و چې ډیر شفلټر وکي په سور لس ولایتونو کې مشتر یو لاک شل زره تکراری استیکرونه قرنټین کړي دي او دا بهر ادامه لري او موجه پراتون کوزه کې دوی مهمه برنامه نو لرو چې د تصحيح برخه د بل مقایسوي برخه او بل غټ د لاستراوړنه دا و چې بایومټریکي جادو د بایومټریک چک په یجادولو باندې به تر ډیره بریده پوری شفافیت تضمین کیږي او هغه اندیشنې چې د ملت سره د سیاسي احزاب سره د مدني نهادو سره دی او همدرنګ د څربنڅون څخه دی د ټولو د منځزي او زموږه هيله او امید ده چې د ملی پروسیس رټول <سؤال> همکار سي او لاس لاس پلاس د ملی پروسیس ته ودرېږي ترڅو د د هیواد په دیموکراټیک دول باندې د د قدرت لیش د یو پارلمان خوبل پاتم ناطقی با شما رای حل برای رفتن به انتخابات شفاف عادلانه و مبتنی بر آرای مردم چیست؟ خو رای حل از منظر ما خو یعنی انتخابات خوب و قابل قبول همون قبول شدن طرح احزاب که سه تا مؤلفه داره حالا دو تایش را اینا قبول کرده ما هم گفتیم که خوب حالا بسیار خوب شما این دو تا مورد عملی بکنید یکی انگشت نگاری و دیگری هم نظارت حقیقت مسئله اینه که سیستم بسیار خراب است سیستم اس ان تی وی رای غیر قابل انتقال یک سیستم متروک است تقلب است و این در نهایت باید برداشته شود ما از این مسئله روش خیلی تاکید میکنیم ولی خب فعلا ما الان اصرار داریم بر انگشت نگاری و بر بایومتریک یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم که این مسئله از احسایه مرکزی امکان داره تسهیلات یا حکومت تسهیلات برابر کرده باشه ولی تمامی این وسایل و امکانات در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میگیره همونطور که در اولم عرض کردم جز مواد حساس از اوناست مدیریتی از این مسئله ای و استفاده از وسایل و امکانات مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات است دیگه یک انتخابات خوب و شفاف از منظر ما و از دید ما قبول شدن همون طرح عذاب است تشکر ممنون آقایان ناطقی رشید و حق پرست مهمانان انتخابات 97 نهایت ممنون از این که حضور پیدا کردین و نظریاتتان با ما و بینده شریک ساختین تا دیدار دیگر خدا نگهدار